امروز سال جدید آموزشی 1397 با نواختن زنگ مکتب توسط رئیس جمهور غنی رسماً آغاز شد. رئیس جمهور غنی میگوید که هنوز هم بیش از 3 میلیون کودک در کشور از رفتن به مکتب محروم هستند. رئیس جمهور میگوید که در حال حاضر دروازه بیش از 1000 مکتب در کشور به دلایل مختلف بر روی دانش آموزان مسدود است. 3.5 میلیون کودکان واجد شرایط ما که سنشان مطابق به شمولیت در مکتب است از تعلیم به دور هستند و در حدود 1000 مکتب در سراسر کشور متاسفانه مسدود می باشد. این وضع قابل قبول نیست. رئیس جمهور غنی با ستایش از پیشرفت‌ها در بخش آموزش و پرورش در سال‌های گذشته در کشور گفت کیفیت آموزش و پرورش در کشور پایین و تأسف‌بار است. در سال‌های گذشته در عرصه دسترسی به تعلیم و تربیت پیشرفت‌هایی شده است. این ارقام شاهدش است. شمار استادا و متعلمین زیاد شدند، اما با تأسف کیفیت تعلیم و تربیت بسیار پایین است. آقای غنی همچنان میگوید که سال روان توجه خاص برای آموزش و پرورش در کشور صورت میگیرد و در دو سال آینده 6000 مکتب در سراسر کشور با هزینه 200 میلیون دلار اعمار خواهد شد. وصلسازی مکتب های مرکز به اینترنت و دسترسی به فناوری معاصر سرآغاز روند بالا بردن کیفیت معارف در کشور است. این واقعیت تلخ است که تا هنوز 50% مکاتب ما تعمیر ندارد. نیم معلمین معیارهای پایین تدریس را پورا نمی توانند و متعلمین ما آنچنان تعلیم نمی آموزند کانها را به داشتن یک زندگی موفق به دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌های کافی آماده کنیم. رئیس جمهور غنی میگوید که در سال روان 18000 بست در بخش جذب آموزگاران اعلام می‌شود و 15000 آموزگار به گونه عقل‌زمه جذب خواهند شد. یکی از تصامیم مجلس که یک مقرری معلم بعد از این بدون کمیسیون اصلاحات اداری صورت نمیگیره. هر پست معلم رقابتی خواهد بود و بر رقابت آزاد تعیین خواهد شد. دیگه فرهنگ از این که یک معلم رشوت بده 50000 یا 1 لک قطعا قابل قبول نیست، قابل جزاست. رئیس جمهور غنی در بخش دیگری از سخنرانیش گفت که در 2 سال آینده در هر ولسوالی 1 مکتب تخنیکی نیز ایجاد خواهد شد و بیشتر مکتب‌ها در ولایت‌های کشور برای بهبود ارتقای ظرفیت به اینترنت وصل خواهند شد.